در خدمتم قربان. خوش آمدید جناب دوران. امری بود جناب سرهنگ. بهتون تبریک میگم جناب سرهنگ. ببخشید من متوجه نشدم، فرمودین سرهنگ؟ بله گفتم جناب سرهنگ. یه درجه استحقاقی با یه تشویقی برات اومده. شما شیراز بودیم که پیکین رو برای ما آورد. میدونم که شما اصلا دنبال این چیزا نیستیم. البته توی ارتش هم کمتر اتفاق افتاده که همزمان دو درجه به کسی بدن. من نمیدونم چی بگم. من لیاقت این درجه ها رو ندارم. یعنی در واقع من کاری نکردم، هرچی هم بوده وظیفه هم بوده. بهتون تبریک میگم، مبارکتون باشه، شما مستحقش هستید. خواهش میکنم. بفرمید. سلام عرض کردم. سلام. سلام عباس آقا، تبریک عرض میکنم. اینم شیرینی دو تا درجه پشت سر هم دیگه جناب علی. مبارک باشه. البته به جای شما ما شیرینی آوردیم. دست درد. مبارک. اجازه بدید. شیرینی اصلی شامه که باید امشب پیاده شید. بفرمایید. بفرمایید. شیرینی بردن داره. بفرمایید. شما خیلی محبت کردید. مبارک باشه. هرچه سریعتر برای یه ساعت دیگه تمام اعضای طرح عملیات رو به اتاق من احضار کنید. بله قربان. اطاعت. من رابرت بلومی از داخل سالن مجلل کنفرانس غیر متعهدها در شهر بغداد برای شما گزارش میکنم. این سالن بسیار بزرگ که یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین سالن‌های خاورمیانه است، این روزها خود را آماده پذیرایی از سران کشورهای غیر متعهد جهان می‌کند. صدها تن از بهترین متخصصین و طراحان و معماران جهان در آماده سازی این سالن با مهندسین عراقی همکاری داشتند. تا یک ماه دیگر سران کشورهای غیر متعهد جهان به ریاست پرزیدنت صدام حسین در این محل گرد هم خواهند آمد. آقایون، علت احضار فوری شما به جلسه رو با معرفی سرهنگ حسینی که همین امروز از عملیات ستاد مرکز به پایگاه اومدن شروع میکنید. ایشون حامل یک فراگ عملیاتی از مرکز به پایگاه هستند که مستقیما از فرماندهی کل قوا ابلاغ شده. این فراگ حاوی دستورالعملی مبنی بر حمله روشن و واضح بر فراز بغداد، حمله‌ای که امکان هر گونه پرده پوشی و انکار اون رو از طرف تبلیغات دشمن بگیره. راجع به اهداف عملیات جناب سرهنگ توضیح میدن. جناب سرهنگ بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بعد از آزادی خرمشهر و عقب نشینی نیروهای عراق از جبهه جنوب، برگزاری این کنفرانس و کسب وجه سیاسی حاصل از آن از مهمترین اهداف رژیم بغداد که برای از انزوا بیرون آوردن صدام توسط شرق و غرب طراحی شده. تنها راه باقی مونده که میتونه مانع از برگزاری کنفرانس بشه، ناامن کردن بغداد که اونم فقط از طریق هوایی امکان پذیره. این وظیفه بسیار مهم به عهده این پایگاه گذاشته شده. با وجود بالا بودن ضریب خطر، این عملیات به هر طریق ممکن باید انجام بشه. من بازم روی ضرورت و اهمیت برگزاری این کنفرانس تاکید میکنم. خانم آقایون، سعی کنید بیشتر روی پدافند غیرقابل نفوذ بغداد و آرامش این شهر گزارش ها و خبرهای تبلیغاتیتون رو متمرکز کنید. من مطمئنم بعد از اینکه کنفرانس با موفقیت به اتمام برسه، همه شما در مراکز خبری خودتون ارتقای شغلی پیدا خواهید کرد. خبرنگارای آزادم
این امکان رو پیدا خواهند کرد که به مجموعه خانواده بزرگ شبکه‌های خبری ما در سرتاسر دنیا ملحق بشن. به همه تو قول میدم. خب خانم آقایان، سوالی ندارید؟ خیلی متشکرم. از حضور همتون در جلسه تشکر. خیلی ممنون. آقای بلومی، بله، شما لطفاً بمونید. کارتون دارم. بسیار. وای جد برم. خب بریم دیگه. خدا حافظ. خیلی ممنون. متشکرم. خدا حافظ. آقای بلومی، ترتیبی دادم که تعبیر خط سرخ شما رو در تمام گزارش های خبری تکرار کنم. متشکرم. گزارش های خبری رو باید با هنر ادغام کرد. خبر باید هنرمندانه گزارش بشه و شما ذاتاً دارای این استعداد هست. من بارها گزارش های شما رو شنیدم. یک مصاحبه با طراحان سالن کنفرانس ترتیب دادم که بیشتر باید روی امکانات فنی و تسهیلات رفاهی و ایمنی این سالن تاکید بشه و شما باید گزارش مستقیمی از اون داشته باشید. این رو هم اضافه کنم که این مصاحبه از چندین ماهواره پخش خواهد شد، البته به طور مستقیم، و شما میدونید که برای یک گزارشگر چنین فرصتی چقدر اهمیت داره. شما مثل هنرپیشه‌های سینما بر صفحه تلویزیون میلیون ها نفر از مردم جهان میدرخشید. خب منتها باید کاملا واقع‌گرا باشه. البته شما این موفقیت رو مدیون گزارش های خوب و جذاب خودتون هستید. متشکرم. شما به یک گزارشگر واقع‌گرا معروف هستید. به همین دلیل خواستم بیاد اینجا. هر چی که میبینید گزارش کنید. بغداد دیدنی های زیادی داره. من از لطف شما متشکرم. امیدوارم بتونم گزارش های موفقی رو برای شما ارسال کنم. در ضمن خواستم موردی رو به شما تذکر بدم. من صدای گفتگوی شما با جاسم یعقوبی رو زمانی که از فرودگاه به هتل می آمدید شنیدم. همونطور که جاسم می گفت شما خبرنگار کنجکاوی هستید، که البته این لازمه یک خبرنگار خوبه. منم مثل شما روزی سر پرسودایی داشتم. بسیار خوب آقایون، طرح و عملیات تا حدود زیادی برای هممون مشخص شد. بریفینگ نهایی رو هم باید فردا با حضور آقایون خلبان‌های پیشنهادی از طرف جناب سرهنگ هاشمی و جناب سرهنگ غلام حسینی برگزار کنیم. جناب سرهنگ هاشمی، خلبان‌های انتخابی رو برای فردا خبر کنید. بله برو. میدونید که کجا هستن؟ سرگور تیرداد تو پایگاه هستن. قرار شد ایشون رزرو عملیات باشن. بله. در ضمن محمود اسکندری از دو روز پیش به پایگاه بوشهر مأمور شدن و در حال حاضر پروازهای حفاظتی روی خلیج فارس انجام میدن. کمکام همه تو همین پایگاه هستن. عباس دوران چی؟ نه فعلا ازشون خبری ندارم. ببینم کجا هستن فوراً بهتون اطلاع میدم. متشکرم. فعلا این آقایون خلبانهای انتخابی ما هستن، مگر اینکه خودشون اعلام انصراف بکنن.